ما تو کوچه بزرگ شدیم منور. من به هوای بیرون عادت دارم، همش تو ایستگاه تاکسی بودم. گرچه خوبم شد. امرم خیلی عصبانی بود. ایشالله که با هم دعوا نکنن. ایشالله. انشالله. خدا را شکر که بالاخره اینا میرن سر خونه و زندگیشون. وقتی سینان برگشت بعدشم ما هم واسه خودمون یه کاری میکنیم دیگه منور جان. آره خدایی راست میگین. آی میدونی دکتر بهم چی گفت؟ بهم گفت نباید استرس داشته باشی، ولی این وضعیت رو ببین. چرا با من اینجوری حرف میزنی؟ دستگیرت اینا چرا اینقدر سر صدا میکنن؟ حرفم که بی معنی نبود منور. خب بذار همه بفهمن الان چیکار کنم من. اگه همچین بلایی سر من میومد داداش سینان این کارو نمیکرد امره. بیشتر از اینم میکرد، ولی تو با سینان فرق داری فولیا. تموم اطلاعاتی ها باش رفیقن، تموم سازمان کنارشن. کی هوای تو رو داره ها؟ بگو دیگه کی با توه؟ ببین فولیا، اگه بخوای تکرار کنی به جرم خیانت دستگیرت میکنن. بس ساکت باش. خدایا فولیا، به هم قول بده که دیگه اون گزارش ها رو چک نمی کنی، فهمیدی؟ امره، من به خاطر تو کاری که از بچگی خیلی دوست داشتم و گذاشتم کنار، ولی صبر منم یه حدی داره امره. من نمیتونم هر کاری که تو میخوایو بکنم. اگه اخراجم شده باشم بازم سینان موافقمه. تو نمیتونی به هم بگی که به خاطر اون کاری نکنم. فولیا، فولیا، آخه سینان چند سال موافق منم بوده، داداشمه، دوستمه، همه چیمه، اما هرچی به جای خودش. پس خودت برو پیداش کن دیگه. آخه من از کجا بدونم کجاست؟ اگه دنبالش میگشتی الان پیداش میکردی امره.